با عرض سلام و تقدیم ارادت، ظاهرا ما در محاسبه زمان اشتباه کرده بودیم. هنوز دو بخش دیگر از برنامه رو با همین فیسبوک می توانیم که در خدمت شما باشیم. در ارتباط با آیه شماره 54 قرآن می گوید که مکانیسم خلقت و آفرینش و ساختمان هستی زمانی و مکانی به این ترتیب است که چون اقتضای امری فراهم می شود و قرار بر ایجاد می شود، خدا به اون عدم، به اون هستی نامحسوس و نامفهوم برای نوع بشر می گوید باش و بودن و هستی آغاز می شود. بنابراین از دیدگاه انسان، خمیر مایه هستی محسوس از مایه‌ای به نام عدم ساخته شده و در دو محور زمان و مکان شناخته می شود و مورد ادراک و محاسبه بشر قرار می گیرد. هستی برای انسان مجموعه قوانین خلقت در نظامات آفرینش است. تکرار می کنم، هستی برای انسان مجموعه قوانین خلقت در نظامات آفرینش است که همیشه به صورت قانون موجود بوده است و آغازی برای آغاز فعلیت خدا در آفرینش وجود ندارد. اما ایجاد فاعلیت و یا عمل فاعلیت، فعل فاعلیت که از خدا سر بزند، چون با یک قانون باید سر بزنه فعل و یک قانون بیشتر در قرآن وعده داده نشده و راجع به کل هستی این یک قانون گفته شده. بنابراین اگر هستی اضافه بشه، اون هستی اول از کلیت خارج میشه و اگر قانونی اضافه بشه، وحدت قانون متلاشی میشه. در اینها در مقابل این سوالی است که خدا اگر بخواهد، خدا اگر رحم کند، یعنی تمام سرتاسر این قرآن از آغاز تا پایان رو که ما به خدا فعلیت نسبت میدهیم بعد از آفرینش، بعد از نصب قانون، بعد از نصب کل امر، بعد از اینکه خدا قدر رو نصب میکنه برای کل امر، یعنی تقدیر الهی تابع یک قانون واحد است نسبت به کل هستی. اگر خدا هستی دیگری بیافریند، فعلیت دیگری بیافریند، یا هستی تغییر میکنه از کلیت خارج میشه، یا وحدت امر و وحدت تقدیر متلاشی میشه و ساقط میشه و هم بریزه. موضوعاتی مثل پس و پیش در آفرینش و اشاره، اینها همه ترتیب هایی هستند که متکی به زمان هستند و زمان خود مخلوقی است از مخلوقات خدا. اگر ما دو واژه قرآنی رو پیوسته در مفهوم خاطر نشان بکنیم، این همه که گفتم و هم خودم و هم شما رو خسته کردم که به یک نتیجه معقولی برسیم و به یک تعهد مشخصی برسیم، ما انسان ها، ما قرآن پژوهان، که بعد از این ما اگر دو واژه رو در قرآن دقت بکنیم در ترجمه اونها و بفهمیم که ترجمه اونها چیست و این ترجمه رو صحیح به کار ببریم، به شما قول میدم که بسیاری از مشکلات ما، اینو چند بار قبلا هم عرض کردم، بسیاری از مشکلات ما در ارتباط با قرآن از بین خواهد رفت و ما میتوانیم که به حقایق قرآنی راحت تر پی ببریم. و شاید که این عرضی که من میکنم، این پیشنهادی که میکنم، عمده مشکلات ما رو در ارتباط با فهم قرآن اگر هم حل نمیکنه آسان بکنه. نخست اینکه خواست و مشی خدا، هر کجا که ما به مشی میرسیم، از ریشه شیع، شین و یا و همزه، الف همزه،
هر کجا که به این ریشه میرسیم که خواستن از او برمیخیزه، خواست خدا رو به نام قانون خدا ترجمه کنیم. دیگه خیلی هم بیراهه نمیریم دیگه. به جای اینکه بگیم این خواست خداست، بگیم این قانون خداست. اون فاعلیت منحوس از بین میره، اون فاعلیت منحرف کننده که مباین و متضاد با وحدت امر و کلیت امره، هم وحدت داره هم کلیت داره امر در نظامات هستی که تابع یک وحدت کلی امر هست، هم در اندازه هم در قانون، یکی بیشتر نیست. اگر ما چیزی به اون اضافه بکنیم، همه این سیستمی که قرآن پایه‌گذاری کرده به هم می‌ریزه. و این خیلی راحت حل میشه اگر که ما به اون چه که میگی قرآن معنی تحت لفظیش این میشه که اگر خواست خدا رو به قانون خدا ترجمه کنیم. همین. و دوم این که هر نوع فاعلیت، یعنی انجام یک فعل که به خدا نسبت داده می شود، در واقع باید به عنوان خواص و قوانین واکنش تعبیر و معنا بشود. یعنی وقتی که می گویند که خدا چنین می خواهد، یعنی چنین قانون خدا اقتضا می کند و شامل می شود. این معنی خواستن خداست. خواستن خدا یعنی شمول و اقتضای شمول قانون خدا. وقتی که می گوییم خدا این فعل را انجام می دهد، یعنی قانون کنش و واکنش متحرک میشه، به کار میفته و در واقع در مقابل این کنشی که ما ارادتاً به اراده انجام میدیم، واکنش ایجاد میشه. اون واکنش تابع یک قانونه. به اون قانون قرآن میگوید فعلیت خدا. اگر ما آشنا بشویم با مفهوم اون نوع فعلیت، اشکالی ندارد که فعلیت معنی بشود. اما کرارن دیده شده، تقریبا همیشه اوقات همین است که ما فعلیت خدایی رو با فعلیت انسانی یکی می دانیم و این هم اشتباه است هم شرک است، هر دو با هم. یعنی ما وقتی می گوییم فعل، یعنی چنین کاری می کنم، این یک استنباط و یک ذهنیت بشری است، به فعلیت بشر اشاره می کند. خدا بشر نیست که فعلیت بشری داشته باشد. این است که اگر ما فعلیت خدا رو به قانون واکنش خدا معنی کنیم، دو کار انجام بدیم. هر وقتی که هر جای قرآن که گفت اگر خدا بخواهد، اگر قانون خدا شامل بشود، اگر خدا بنماید و اگر خدا عامل بشود و فاعل بشود، یعنی اگر قانون واکنش خدا شامل بشود، در یک جای قانون شامل می شود، در یک جای قانون واکنش شامل می شود. ولی ما با قانون سر و کار داریم، چه قانون شمول باشد چه قانون واکنش باشد. ما موجب تحریک قانون می شویم. ما تعامل و رابطه با قانون داریم، قانون قهری خلقت، نه با خدای قانون. ما از طریق قانون خدا با خدا در ارتباط هستیم. و اصلا قانون خدا یعنی ما. ما در این ابعاد قانونی زندگی می کنیم. ما در این آب قانون تشکیل وجود دادیم. مثل این است که به یک ماهی بگن از دریا بیا بیرون تا آزاد بشی، و الا تو آب اگه بری غرق میشی چون شنا بلد نیستی. ما اصلا در این چارچوب قانون ساخته شدیم، ما از این قوانین ساخته شدیم. البته که این قوانین با خدا در ارتباط است، ولی تابع خداست این قوانین. و این قوانین که ما به اشتباه میگیم قوانین، یک قانون واحده که همه هستی رو در بر میگیره و شامل همه هستی میشه، من جمله ما.
بنابراین ما در تابعیت این قانون هستیم و کاری که ما باید بکنیم این است که این قانون رو بشناسیم و نه اینکه فکر بکنیم خدا تا امروز کاری نکرده الان در اثر دعا کردن ما یک کاری انجام میده. اون خدا میشه بشر و اون وقت هم وحدت خلقت از بین میره و هم وحدت قانون خلقت از بین میره، هم کلیت از بین میره هم وحدت امر از بین میره. اگر خدا بخواهد به معنای آن است که اگر قانونی که ناشی از اراده و خواست خدا می شود شامل بشود، یا اگر فعل ما مشمول اون شمول قانون خدا بشود، و اگر فعلی و عملی به خدا نسبت داده می شود که در قید خاصی از زمان واقع شده باشد، در واقع اشاره به فعلیت در قانون عمل و عکس العمل و یا رابطه علی بین علت و معلول است و نه اینکه خدا فعلی انجام بدهد در ظرف زمان. برای چندمین بار، خدا مکر می کند، یعنی قانون تقابل و واکنش در مقابل مکر ارادی بشری چنان است، قانون مقابل با مکر چنان است که هر مکری که خالق و موجب و باعث ورود و تأثیر آن بشود، در واقع اشاره به قانون جبری و طبیعی واکنش مکر در مقابل مکر است، گمراهی در مقابل گمراهی است و دیوار و انسداد ایجاد کردن در مقابل فریب و در مقابل نیرنگ است. یعنی فاعل و مفعول و علت و معلول به عنوان جزئی از قانون در مقابل هم قرار دارند و هر مکری، هر فریبی با خودش فریب بزرگتری رو ایجاد می کند که این فریب اول رو می بلعد و از بین می برد. و اینکه در جامعه فساد مرتب در حال رشد است، به خاطر اینکه هر فسادی با فساد دیگری از بین می رود. شما نگاه بکنید که حتی در بعد سیاسی و تاریخی و اقتصادی اگر به دنیا نگاه بکنید، وقتی که سلسله افشاریه به پایان کار خودش رسید و به قاجار رسید، میبینیم که حالا هر چی که بوده حکومت قبلی ادعا داشته حکومت بعدی که ما تطهیر میکنیم، ما صاف میکنیم، ما پاک میکنیم، ما چنین میکنیم، ما چنان میکنیم، یعنی با فساد مقابله میکنیم. اما چون خود اون چیزی که رفته مقابله کنه فساد بوده، فسادش بیشتر از اون فساد قبلی بوده که توانسته او رو سرکوب کنه، ببلعه و در دل خودش بگیره و بعد هم با اونها شروع کردن وصلت کردن. مثلا بین همین قاجار و پهلوی، خب پهلوی یا رضا شاه بر این اندیشه بود که قیام ملی میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، این فسادی که در قاجار هست و واقعا هم بوده این فساد رو ریشه کن میکنه. اما چون خود اینها فسادشون از اونها بیشتر بود، یعنی با فاسد به جنگ فاسد رفتن باید اسلحه فساد بهتری داشته باشه، مگر اینکه فاسد نباشه و فاسد بودند، و چون فاسد بودند و قدرت فسادشون از قاجار بیشتر بود، قاجار رو بلعیدن، در دل خودشون گرفتند، ولی حالا میخوان استفاده بکنن از این قاجار. خب چه میکنند؟ تمام فساد فعلیت دار اونها رو از اونها قرض میکنن و آریه میگیرن و به کار میبرن. و نماد این کار این است که دو خانواده با هم وصلت میکنند، یعنی تعداد ازدواج هایی که بین اینها میشه، همین بین قاجار و زندیه هم، افشاریه هم بوده، همینطور ادامه داشته. نتیجتا از دو فساد
و برخورد دو فساد یک فساد سومی ایجاد می شود. اما این فساد سوم هر دو فساد قبلی را از بین برده، ولی فساد از بین نرفته، اون فسادها از بین رفتند. در همین حکومت تغییر حکومت پهلوی به حکومت ولایت فقیه، حکومت امام زمان، ما میبینیم که همین ها هم همین کار رو کردند. تمام عوامل مولد فساد رو در حکومت قبلی زیر بال خودشون گرفتن و وارد این سیستم کردند و همه کسانی که ضد فاسد بودند همه اونها رو کشتند، از بین بردند. کسانی که شاه قدرت نداشت اونها رو بکشه اینها کشتند. و بسیار اتفاق حیرت انگیز افتاده که افرادی که در همون شماره اتاق زندانی که در زمان شاه بودن بعد از این شورش آزاد میشن، فردا یا پس فردای اون روز دو مرتبه گرفته میشن و برای دهنکجی کردن به مردم در همان زندانی که قبل از انقلاب بوده در همونجا قرارش میدن. مثلا اون آقای سرکوهی اگر در اتاق 254 بوده قبل از انقلاب زندانی بوده، وقتی زندانی باز میشه، زندانها آزاد میشه، دو روز تو خیابان میگرده، باز میگیرنش و میگن اینو ببریدش به همون سلولی که قبلا بوده. یعنی هم در زمان شاه هم در زمان خمینی افراد از یک فساد رنج میبردند و ریشه فساد هر دو یکیست، منتها این عکس العمل هی فساد قوی تر میشه، باید قوی تر بشه که بتونه اونو در دهان خودش بلعه کنه. همینطور هم هست، مکر کردند و قانون مکر در مقابل مکر اونها ایستاد، هضم کرد اینها رو، خلع کرد از موجودیت مکری و مکری قوی تر و فسادی قوی تر جانشین اونها شد. حالا شما ببینید که در زندگی سیاسی و روزمره ما این اتفاقات در همین تاریخ 50-60 سال پیش چند بار اتفاق افتاده. چند بار در همین سوریه قبل از اینکه این شخص و پدرش که اسم اسد رو من نمیدونم اینها از کجا گرفتن به خودشون، اسد یعنی شیر به عربی، که اینها به هر حال این اسمایی هم که ما انتخاب میکنیم از قدیم هم انتخاب میکردن برای نژادها و طوایف خودشون، همش همین صحبتهایی بوده که با حقیقت فرسنگ ها فاصله داره. 26 بار یا 27 بار پشت سر هم کودتا میشه. در حکومت ساسانیان قبل از حمله اعراب به ایران، نه حمله اسلام به ایران، اسلام به هیچ جا حمله نمیکنه، کتاب به جای حمله نمیکنه. دوست دانشمند من آقای عبدهی در پاسخ یکی از مطالبی که مطرح شده بود اشاره کرده بودند که چون اون نامه نوشته بود من که از کدام مکتب پول میگیری که این حرفای بی ربط رو راجع به قرآن میزنی، یعنی تبلیغ قرآن میکنی که قرآن کتابی نیست که استحقاق داشته باشی که ازش تعریف کرد، کتاب کشتن و جنایت و اینهاست. در پاسخ ایشون آقای عبدهی نوشته بودند که مکتب به کسی پول نمیده، که این باشه یا کسی دیگری باشه. حالا در اتکا و کاربرد همون فکر ایشان عرض میکنم که موضوع برخوردار بودن و مقابله کردن با موضوع فساد یک فساد بالاتری، یک فساد شاملتری رو اقتضا میکنه و مرتب این بزرگ میشه و این فساد بزرگتر و بزرگتر میشه. این قانون عمل و عکس العمل در مفسده است و این که ما بگوییم که خدا چنین می کند، چرا؟ چون لغات رو که در قرآن می خوانیم به این ترتیب عمل شده، ما رو به بحث دیگری می بری که نمی دانم که در توان و انرژی فیزیکی من هست که در این جلسه اون رو مطرح بکنم یا نه، و اون متشابهات ادبی قرآنه. یک وقت قرآن متشابهات موضوعی داره،
یک موضوعی اشاره میکنه که اون موضوع متشابهه، مثل بهشت، مثل جهنم، مثل فرشته، مثل جن، مثل وسواس، مثل خناس. اینها همه چیزهایی هستند که به همون ترتیبی که عرض کردم نامشون هست و اینها. ولی ما گاهی از اوقات بر میخوریم به مکاتبی یا واژه هایی که این خصوصیات رو ندارند. در ادامه تعریف این آیه، مکار با قانون مکر دست به ارتکاب مکر و خودعه میزند و قانون عکس العمل در مقابل آن موجب برگشت شدید همان قدر و مقدار بر علیه مکار می شود. اما کار اصلاح نمی شود، آن مکر بزرگتر ایجاد می شود، فساد بیشتر ایجاد می شود و همینطور ادامه پیدا می کند. اینها اثرات افعال و اعمال مختلف و متفاوت در یکدیگر است که همه اینها تابع همون قانون کل امر است، یک قانون واحد. و البته قانون کنش و واکنش شامل مکر هم می شود، من جمله شامل چیزهای دیگه می شود. قانون مکر هم مستثنا از قانون تقابل و تعامل نیست. قانون مقابله با مکر یک قانون موضوعه دنیایی نیست، بلکه در جبر آفرینش نهادینه است و مکار با مکر شدید واکنشی ویران و در واقع همیشه مکار با مکر مواجه است، مکری که از مکر او قوی تر است. و خالق این دستگاه و خالق این سیستم و خالق این قانون کیست؟ خدا. فاعل این فعل کیست؟ قانون خدا. به تاریخ حیات مکاران نگاه کنید و ملاحظه کنید که با هر عمل که خریدار شدید عکس العمل می شود، نتیجه فساد خطیرتر و وحشتناکتر می شود. هیچ فعلی خارج از فعلیت علی و واکنشی قوانین و نظام هستی در عالم هستی دارای فاعلیت نیست و واقع نمی شود. تنها قانون و نظام هستی، یا به زبان قرآن که عرش می گوید به آن، خزانه و محور همه عملها و عکس العمل هاست. وقتی شخص فکر می کند، خدا رو تحریک نمی کند و مؤثر در خدا نمی شود و باعث نمی شود که خدا دست به تلافی و انتقام بزند و او در مسابقه تقلب شرکت کند و او هم فاعل به فعل دروغ و حقبازی و گناه بشود و در مقابل یک فاسد خدا هم نقش فاسد بازی کند. یعنی ما فاسد می شویم، خدا از ما فاسد تر می شود. یعنی ما اونطور معنی بکنیم، معنیش این میشه دیگه. و شما این خدا رو به بازار می برید و می خواهید معرفی کنید و برای این خدا مرید پیدا بکنید، مسلمان پیدا بکنید، به مردم بگید بیایید تسلیم این خدای مکار فاسد بشید و دست هم بر نمی دارید. مرغ های شما همه یک پا بیشتر ندارد و این چوب، این پای چوبی، این بدبختی که شما دارید که اونقدر فساد دور خودتون جمع کردید که اگر آب تمیز به این باتلاق برسه همه میکروب ها کشته میشه و شما همون میکروب ها هستید که قرآن رو به این ترتیب وارد بازار کردید و هر کس که بخواهد این ترجمه ها را اصلاح بکند یا کشته می شود یا اعتبار او از بین می رود، یعنی کار او بی اثر می شود با این نیروهای شیطانی و با این سرمایه های شیطانی که در اختیار شماست. این است که 400-500 سال است که قرآن از زمانی که اول ترجمه فارسی شد تا الان و اثری که فارسی زبان ها با کمال تأسف نفوذی که روی ترجمه قرآن دارد، که بعد قرآن به زبانهای دیگه هم که برگشته از همین ترجمه فارسی به زبانهای دیگه برگشته،
از ترجمه مستقیم عربیش، از همین ترجمه های فارسی برگشته و این فساد رو در دنیا ایجاد کرده که فاسد شدی، خدا هم فساد ایجاد کرد. و خدا بهترین فاسد هاست، خدا بهترین حق بازان است. یه معنی آیه معنی میکنیم. این کجاست که این وضع به وجود میاد، این خجالت به وجود میاد؟ وقتی که ما برای خدا فعلیت در ظرف زمان قائل میشیم، که خدا مرتب در بعد زمان فعلیت بعد از فعلیت انجام میده، در حالی که اگر شعور پیدا بکنیم که این فعلیت در قانون خدا انجام می شود که قبلا وضع شده، یک بار وضع شده و در همین قانون خدا زمان هم تابع همین قانون آفریده شده، ولی قرار نیست که این کار رو بکنیم. قرار است که این قرآن محدود بشود به حیض و نفاس و به بول و غایت و به خمس و زکات. همین زنها کی رگل میشن، کی خونشون سیاه میشه؟ کتابها نوشتید شما، کتابها نوشتید شما راجب عادت ماهیانه زن در ارتباط با اولین فرصت برای جماع و همخوابگی با او. ایمان شما رو نشان میده دیگه. اهمیت فهم شما رو و اخلاق شما رو نشان میده. موضوعاتی که الاهم و فل اهم میکنیم که چقدر این موضوع مهمه و راهنمایی میکنید مردم رو که در مرحله‌ای که خون رقیق باشد نزدیکی با اونها مجازه، در موردی که غلیظ باشد و توضیح میدید که حالا زبان من کوتاهه دیگه، بیشتر از این به بدبختی شما کمک نکنم. اون ترجمه ها و اون ترجیحات و این اموری که برای شما مهمه جایی برای بحث های منطقی نگذاشته. اینه که خیلی راحت برای شما هست که ترجمه کنید که مکر کردند، یعنی فاسد شدند، دروغ گفتند، خیانت کردند، جنایت کردند، منافق بودند و خدا هم منافق بود. فاسد بودند و دروغ می گفتند و خدا هم فاسد بود و خدا هم دروغ می گفت و مردم رو فریب میدادند، خدا هم مردم رو فریب میده. این ترجمه شماست، این قرآن شماست، این دین شماست که به بشریت معرفی کردین. این اسلامی است که شما به بشریت معرفی کردید. برای این است که من برای 4 تا 2 تا 3 تا لغت 3 ساعت است که مجبور هستم انرژی صرف کنم با توجه به حال زار فیزیکی که دارم و هنوز نتوانستم این ضرر و زیانی که شما در اثر ترجمه های موذیانه و در این حال احمقانه انجام داده اید، نتوانستم هنوز اونو جبران بکنم، نخواهم توانست. با کدام قدرت، با کدام ثروت، با کدام امکانات یک نفر در مقابل شما قوم ظالمین که خدا را فاسد اعلام میکنید، میگید این مکر فعل فاعلی مستقیم خداست در مقابل مکار. الله خیرون ماکرین، یعنی مکر خیرات داره و هر چه بیشتر دروغ بگویی و هر چه بیشتر منافق باشی و هر چه بیشتر شرارت کنی و جنایت کنی البته بهتر است. اینجور معنی میکنیم دیگه. خدا بهترین ماکرین هست. این که میگویند که مثلا این آقا شارلاتانه، میگن این آقا شارلاتان چیه؟ بهترین شارلاتان هاست، یعنی بدترین شارلاتان هاست. شارلاتانی که بهترین نداره، مکار که بهترین نداره. خیر در اینجا یعنی اوج، یعنی از این بیشتر دیگه مکار نمیشه. خدا اونه،
این خدا رو ما میخوایم معرفی کنیم، این خدا رو ما پرستش میکنیم. و هر کس هم یه حرفا رو بزنه، حالا حرفای من که خیلی زیاده، گوشه ای از این حرفا رو بزنه، علم تکفیرش برمیخیزه. دهنش رو آب بکشید، دینش رو آب بکشید، به زنش حرامه، اول دفعه به زنش حرام میشه، زنش آزاد میشه که به زن شما بشه. شوهرش بهش حرام نمیشه که بیا زن شما رو بگیره، زنش بهش حرام میشه. باید با زبان تعلیمی متشابهات قرآن آشنایی حاصل نمود و دانست که قرآن به زبان و بر اساس ادراک جامعه، جامعه‌ای که مخاطب اوست، مخاطبین اولیه قرآن هر کی بوده است، به زبان ساده برای اونها در قالب متشابهات مفاهیم رو در قالب‌های کلامی و تشبیهی به نحوی که قابل درک مخاطب باشد قرار می‌دهد تا اثر و ادراک اون موضوع، هم اثرش و هم ادراکش رو تسهیل کنه و موجب تفهیم اون بشود و باعث بشود که مفهوم یک عبارت، مفهوم یک موضوع تعمیم پیدا بکند، عمومیت پیدا بکند، به فهم همه برسد و مفهوم همگان بشود. این است که به زبان متشابهات قرآن مراجعه می کند و در قالب متشابهات که همه می فهمند متشابهات رو، در کنار اصطلاحات زمان، وقتی می گوییم فلان که زمین خورد، این هم متشابهاته، چون کسی که زمین نمی خوره، هم از این حکم برمی خیزه، یعنی افتاده زمین. پس اگر راجع به زمین خوردن صحبت می کنیم، راجع به حکم زمین افتادن صحبت میکنیم، نه خوردن زمین. و اگر ما ترجمه رو برگردانیم و به صورت یک طرفه نگاه بکنیم و بگوییم که معنی این هست که این آقا زمین خورده، هرچی هم حکم هست، حکم مربوط به خوردن زمین است، این کاریست که ما با قرآن میکنیم و این شیوه باید تغییر بکنه. از قانون عکس العمل در مقابل عمل و از تشبیهاتی که در این زمینه شده در قرآن به نام خدا و فعل خدا و مشیت خدا نام برده شده. اگر بیان متشابه قرآن رو در این آیه در مقام محکمات قرار بدهیم، در واقع بشر مخلوق می تواند که با ایجاد و انجام تقلب و فریب و مکر و دروغ و گمراهی بر خدا اثری بگذارد و مخلوق خالق رو، در واقع مخلوق خالق رو وادار به انجام مکر کند. یعنی اگر ما بگوییم که لغت به لغت این آیه رو معنی می کنیم و به اصطلاحات زمان و مکانش هم کاری نداریم و به تشبیهاتش هم کاری نداریم، متشابه هم نیست، لغت به لغت معنی کنیم و محکم هم باشه، جز محکمات قرآن محسوب بکنیم، اون وقت یک بشر منافق کلاه بردار به جای اینکه از طرف خدا هدایت بشه، خدا رو هم مثل خودش گمراه میکنه. خوب توجه بکنید که چه عرض میکنم. یعنی یک آدمی که منافقه، مکاره، دروغگوه، مردم رو فریب میده، جنایتکاره، این چنان اثری در خدا میگذاره که هم فعلیت خدا انجام میده، هم خدا در مقابل این قدرت خداییش رو از دست میده، تبدیل به یک شرور میشه، تبدیل به یک موجود فاسد میشه، بهترین کلاهگذاران میشه، بهترین کلاهبرداران میشه، بهترین دروغگویان و فاسدین میشه، خیرون ماکرین میشه. این خطری است که هر بار که در قرآن پیش میریم، شما وقتی متشابهات و محکمات قرآن رو جابجا میکنید، این فجایع به بار میاد، این فجایع به بار میاد، این جنایت ها در دنیا به بار میاد. شما چطور تو چشم یک غربی، آمریکایی، انگلیسی، مال حبشه، هر کجا نگاه میکنید و میگید بیا به دینی تسلیم شو که خدای احد و واحدی که مال همه دین هاست،
خداییست که توسط یک فرد مکار میتواند که فاعل به فعل مکر رو بشود. خدایی که در مقابل منافق به جای اینکه این خدای منافق رو تربیت بکند، این منافق خدا رو مثل خودش منافق میکنه. این معنی این آیه است. باز هم ما دست بر نمیداریم. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخواهیم متشابهات قرآن رو مطرح بکنیم، اول بار وارد بهشت میشیم. متشابهات بهشت رو باید جا به جا بکنیم. بهشت رو باید دارای معنا و مفهوم بکنیم. بایستی که از متشابهات بهشت محکمات بنا بکنیم. اون وقت وجود حوری و پری و پسر بچه و دختر بچه و شیر و عسل و ماس و اندوانه و همه اینها یک سر از بین میره. اون وقت یک کسی دنبال ملا نیست که نظر و نیاز بده که ملا جان یک اتاق توی بهشت اون طرف باشه که خانم ها لخت در استخر میرن. و ملا هم حساب میکنه، میگه همه این اتاقای بهشت رو گرفتن اینا، یک اتاق دارم کنسل شدی که اون رو تقدیم شما میکنم به 14,000 دلار. این کار عین همین کاریست که میریم ملو ملا و میگیم پدر من خیلی آدم مؤمنی بوده، چنین بوده، چنان بوده، روماتیسم قلبی داشته، نمیتونسته به ایست نماز بخونه، نشسته خونده. خیر 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 خیر، خیلی گناه بزرگی شده. حالا چی میخواید؟ هیچی، میخوام بگم چقدر تقدیم بکنم که شما به جای پدر بدبخت من نماز بخونید. خب پدر شما از چند سالگی فلج شدن؟ از سن 30 سالگی. وای 40 سال، 50 سال، ایشان 50 سال بدهکار هستن. بله بدهکار هستن. بذارم شما بدهکار هستن. چقدر میخواستید نیت کرده بودید بدید؟ 30,000 دلار. نه، با 50,000 دلار آخرش قطعی است و الا بی نماز از این دنیا میره. و میدونید که شب اول قبر برای اینایی که نماز نمیخوانن، این قبر بی شعور انقدر نزدیک میشه، از خدا هم نمیپرسه، قانون خدا رو هم رعایت نمیکنه. قبر یه همچین حیوان عجیبی است، میاد و فشار میاره، انقدر فشار میاره که شیر مادر از زیر استخوان‌های دست، از زیر ناخن این شیرها بیرون میاد. میخوای شما اونطور بشین؟ نه. پس 50,000 دلار بده من برای شما نماز بخونم. ضمن خب پدر من الان مرده، چند وقته این فشارم اومده، شیرم از ناخن‌هاش بیرون اومده، تمام شده. فکر نمی‌کنید دیگه کارش که انجام شده این پول به شما ندیم؟ نه، این در اون قبر هست و این فشار مرتب به اون میاد تا وقتی که ما شروع بکنیم به نماز خواندن. خب اگر ما قرآن رو اینطور ترجمه نکنیم، اگر ما متشابهات قرآن رو به جای متشابهات نپذیریم و بر مبنای این متشابهات حکم معقول استخراج نکنیم، که خب همین آش و کاسه ایست که ملاحظه میکنید، همین بهشتی که برای هدایت بشر به مفهوم تقرب انسان به خدا و نزدیک شدن انسان به خدا و ادراک ذهنی آدم به تقرب با خدا و درک تقرب به خدا در قرآن بیان شده، به دست ملا و آخوند که افتاده وسیله شده برای کلاشی مردم و خدا را در تعارض با قانون خودش قرار داده. یعنی از خدا یک خدای بی اخلاق ساخته، خدایی ساخته که فاقد اخلاقه، خدایی ساخته که پیرو لواط و زنا و شرب خمره، و خدایی ساخته که انقدر بی لیاقت و بی همت و بی صداقته که در این دنیا آدمها رو مجازات میکنه و به جهنم میفرسته اگر این کارها رو بکنند، ولی آدم هایی که این کارها رو نکردند به بهشت میفرسته که این کارهای جهنمی رو انجام بدن. منطق رو نگاه بکنید. اگر در این دنیا زنا کنید، در اون دنیا خدا شما رو میبره به جهنم، ولی در اون دنیا اگر در بهشت خدا کار جهنمی بکنید، در بهشت باقی میمانید. یعنی جایزه شما در بهشت فعل جهنمی است. این منطق ملاست، این منطق آخوند است. میهمانی داشتیم شب گذشته، میگفت وقتی شما آرام صحبت میکنید مردم خیلی به صدای شما گوش میدن، چندین صد هزار نفر ما میشناسیم در شهر ما، در کشور ما، کجا اینها نگاه میکنن.
تا شما شروع به داد و بیداد میکنید همه تلویزیون هاشون میبندن میرن. تلویزیون اینجا رو نمیتونن ببندن. اون وقتی که به حرفای من گوش میدن خواب رفتن، گوش نمیدن، استراحت میکنن. شما این موسیقی هم میشنوید استراحت میکنید، خیلی وقتا هم نمیشنوید، اصلا حرف خواننده رو نمیفهمید. ولی اونهایی که حرف من رو میفهمند و شروع لرزش میکنند، جلوی این لرزش رو میگیرند، برای اون تلویزیون رو میبندند. وقتی که این حرف نفوذ میکنه در نهانخانه ضمیر اونها و لایه به لایه اونها رو باز میکنه و به خودشون نشان میده. یک کسی در زمانهای گذشته میگفت که من قبلا نماز نمیخواندم یا میخواندم نمیفهمیدم چه شدم و فلان. اینها مدتی با هم گفت و شنود میکردیم راجع به نماز. یک روز تلفن کرد به من و گفت بیا ولی منزل، بیا منزل ما، کار واجب دارم و کار حیاتی است. رفتیم اونجا، دیدیم داری گریه میکنی. این داستان واقعی است عرض میکنم. گفتم چته گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ گفت من به محض اینی که تکبیر میگم و بلند میشم و میخوام بیستم و نماز بخوانم، کثیفترین و زشتترین حیوانها رو دور خودم میبینم و اصلا نمیتونم تنها نماز بخوانم و وحشت دارم. و واقعا همین طور بود. و پدر مادرم میگن دیوانه شدی با این جادوگر، یعنی با من، و آشنا شدی اینطور جادو کرده، اینطور کرده، اونطور کرده، باید بری دکتر، چه کار بکنی، اینو ولش کن، این جادوگره. و اصلا بچه ما دیوانه شده، از دست رفته، تا دیروز عبادت میکرد، نماز میخوان، چنین میکرد، چنان میکرد، اینو دیوانه شده، وسط نماز فرار میکنه، نمازشو میشکنه، گریه میکنه، فلان از این کارا. گفتم بی خود میگن پدر مادر تو، اونها حرفای شیطان رو تکرار میکنن. شما علت این که این چیزها رو میبینی، اینها هیچ کدامشان از بیرون نمیان که تو پنجره دیدم، پنجره و در و اینا رو بسته نماز میکنم. گفتم اینا هیچ کدومشون از بیرون نمیان، اینها همشون از درون خود تو میان. تا یه مدتی اینا آسایش و آرامش داشتن، این شرارت هایی که در وجود توی، این منافق بودن، این دروغ بودن، این فاسد بودن، این مکار بودن، اینا همه با هم خو داشتن. تو هم مثل همینا بودی، با هم زندگی داشتین، در این جامعه تن با هم زندگی میکردین، در این جامعه ذهن با هم زندگی میکردین. اما اتفاقی که افتاده اینه که تو با اینها بیگانه شدی، دیگه اینها رو تعلیف نمیکنی، تغذیه نمیکنی، و اینها به سر و صدا و لجبازی به جنگ با تو برخاستن. ولی اینها نفسانیات تو هستن، یه ذهنیت تو به اینها شکل میده و این زشتی ها زشتی های درون توست، بیرون از تو در جای دیگه این زشتی ها وجود نداره. مبارزت رو ادامه بده، روزی خواهد رسید که همه اینها کنار خواهند رفت، یا تغییر میکنن درست میشن، یا تو رو رها میکنند و میرن. و همین کار رو کرد و رها کردند او رو. بعضی از این بدی ها خوبی شدند و با او آشتی کردند و با او بازگشتند، و بعضی از این بدی ها گفتند ما کاری نداریم، ما میرویم، ما با تو رفاقتی نداریم. و این برای همه همین طور است. بهشتی که برای ما درست کردند، بهشتی است که در اون بهشت فعل جهنمی باید انجام بشود تا مقرب به خدا باشید. یعنی باید در اونجا لواط کرد، باید در اونجا زنا کرد، باید در اونجا اسراف کرد، یعنی شیر و عسل در رودخانه خورد. این اگه اسراف نیست چیست پس؟ خمر هم در اونجا آزاده، هم لواط آزاده، هم جماع و زنا آزاده، هم اسراف، هم تفرید و هم عصیان. از همه قوانین خدا میشه اونجا سرباز زد، طغیان کرد. و هر چقدر دلتون میخواد خمر مصرف کنید. خمر فقط شرابی نیست که تو شیشه هست. هروئین هم خمره، کوکائین هم خمره، شیشه هم خمره، ویسکی هم خمره، کنیاک هم خمره، همه اینها هست. اینا همه در بهشت آزاده. یعنی فعلی که شما این ترجمه هایی که میکنید نیست، این متشابهات قرآن رو وقتی به جای محکمات قرار میدید، این عیب ها و این فاجعه ها به وجود میاد. که دین اسلام قرآنی عبارت از دین، از دینی که تمام محرمات این جهان تحلیل میشه
و هدیت پیدا میکنه در بهشت، در یک جایی به نام بهشت که تمام قوانین خدا رو زیر پا میگذارند و برای کارهایی که ما در این دنیا یک زنا میکنیم به جهنم واصل میشیم. اصلا زناکده است اونجا، فاحشه خانه باز کرده اونجا، و شما در اون فاحشه خانه برای انجام فحشا در بهشت ابقا میشید، در حالی که در این دنیا که هستید یک فعل زنا انجام میدید و به جهنم سرازیر میشید. این عدالت خداست، این فهم خداست، این معرفت خدای شماست که در اثر گمراه کردن مردم با اختشاش و اختلاط غیر موجه محکمات و متشابهات قرآن و به بازی گرفتن و دست کم گرفتن و ناچیز گرفتن این حرمت که محکمات و متشابهات قرآن رو باید با دقت شناخت و با دقت محکمات رو از متشابهات قرآن استخراج کرد. چون این کار انجام نمیدید، اگه این کار انجام بدید همه دکانهای شما افراد شرور بسته میشه. باید منطق رو زیر پا بگذارید، باید خرافه و خشونت به مردم بیاموزید که مردم برده و اسیر شما بشوند و یک مش آدم خرافاتی وحشت زده بی امنیت بدبخت بی منطق تربیت بکنید و به اینها بگوید چشم خودتون رو به طرف حوری و قلمان در بهشت بدوزید که عنقریب است که به لواط و زنا و خمر و اسراف و دروغ و نفاق هر چقدر بخواهید در بهشت هست. بروید در اونجا و از همه اینها استفاده کنید، مشروط بر این که بنده من باشید، من ملا، تا همه این وسایل رو برای شما فراهم کنم. گفتند مکر خوب و بد دارد. هرگز چنین نیست. در هیچ کجای زبان یا ادبیات عرب مکر به مفهوم طرف و برنامه مفید و متعادل مفهوم و معنا نشده است و مکر همیشه به معنای فریب و دروغ و نیرنگ و شرر است. و چگونه بشر میتواند چنان در خدا مؤثر باشد و چنان خدا را زیر و رو و متغیر و متحول کند که در واقع او رو گمراه و مکار بنماید و خدا رو تبدیل به بهترین مکاران کند؟ یعنی قانون خدا مقابل و مانع و ایستا در مقابل اثر بی خطر مکر مکار باشد. یعنی علاوه بر این که خدا مکار رو تربیت نمی کنه، مکار خدا رو در واقع منحرف میکنه. در این آیه به مکری اشاره می کند که در مقابل خدا در واقع مکار مرتکب انجام آن شده است و قانون ذکر شده در این آیه مربوط به چنان مکر است. مکر یعنی حیله و فریب و پنهان ساختن هدف و جعل به هدف و تلبیس حق به باطل. اینها برخی از انواع مکر است. مکر می تواند که متوجه فریب نوع بشر بوده باشد که چنین مکری مشمول این قانون نمی شود. یعنی مکر به انسان واقع می شود و مکری که به انسان واقع می شود قابل مجازات است. مکر به هدایت خدا، مکر در افترای به خدا، مکر در تعریف واژگون دین، مکر در ایجاد و ذکر شرک پنهان به جای توحید و در لباس توحید. به طور کلی مکری که متوجه خدا باشد با قانون مقابله و عکس العمل با مکر مواجه می شود و این قانون در نظام هستی نهادینه شده است. قانون است، همان قانون است که در مقابل مکر به خدا در واقع به نوعی تنبیه و در لباس تنبیه در مقام عکس العمل در مقابل مکار قرار میگیرد و موجب فساد بیشتر او میشود به عنوان تنبیه. ولی اونچه که هست، مکار در مکر خود موفق نمیشود بلکه تبدیل به یک موجود فاسد می شود.
که مورد مکر دیگران قرار میگیرد. قرآن بیان مکر رو در دو شیوه مترادف و متکامل بیان میکند. مکر اول در قانون خلقت و در نظام کائنات و در نظام و قانون آفرینش مکر و نقشه و طرحی است که موجب بسته شدن و انسداد مشاعر و مانع ادراکات حسی مخاطب می شود. نوع دوم مکر اسارت و تابعیت انسان در نفسانیات خیش است، یا به زبان قرآن سقوط در دام شیطان است. در عمل انسداد حواس و مشاعر و ادراکات انسان توأم با تابعیت شیطان است. یعنی ما همیشه در حال تابعیت هستیم. وقتی که خدا عقل و هوش و چشم و گوش و اینها را از ما میگیره و دیگه به ما رجعت نمیده اینها رو، در واقع ما به جای اینکه تابعیت خدا رو بکنیم آزاد که نشدیم، که تابعیت شیطان رو انجام میدیم. بنابراین وقتی که حسیات ما و عقلانیت ما از ما سلب میشه، تعقل از ما گرفته میشه، چون استفاده نمی کنیم گرفته میشه، اون وقت ما تابعیت شیطان رو پیدا میکنیم. این یک نوع مکریست که ما خودمون با خودمون انجام میدیم، و نوع دیگر مکریست که با دیگران انجام میدیم. وقوع و شمول جبر قانون جبری در واقع میشه گفت که عکس العمل در مقابل عمل، در قرآن نوعاً به صورت متشابه مطرح شده، که در اون آیه قرآن میگوید که بر چشم شما پرده، در گوشتان انسداد، بر قلبهایتان مهر نهاده میشود. واقعا همه اینها بیان متشابه است. و یا بیماری ایشان بیماری مهلک و فزاینده است، و یا شعور خود را از دست میدهند و قادر به درک سفاهت و بیشعوری خود هم نیستند. و اینکه همین قرآن سبب گمراهی ایشان می شود، در سوره آیه 25 سوره دوم میگوید همین قرآن باعث گمراهی تو می شود. چطور باعث گمراهی می شود؟ وقتی که متشابهات و محکمات رو جابجا می کنی، و وقتی که متکی به متشابهات می شوی، به عنوان حکم متشابهات قرآن رو بیان می کنی. مثل همین متشابهات بهشت که از اونها به نام حکم نام می بریم و اونها رو محکم محسوب می کنیم و جزء محکمات قرآن از اونها حکم میسازیم، حکمی که تعهد خدا به اجرای آن است. در صورتی که وقتی مراجعه میکنیم به اصل آیه، میبینیم که آیاتی که مربوط به بهشت و جهنم و به طور کلی آیاتی که مربوط به عالم مجرد میشود، جمله این آیات متشابهات هستند. یعنی کتاب هدایت برای کسانی که متشابهات قرآن رو به جای محکمات استفاده می کنند کتاب گمراهی می شود، و اینکه در سقوط از عقل و ایمان اسیر دامان شیطان می شوند، و اینها در متشابهات قرآن مکری می کنند که نوعاً قانون خدا در تقابل با اون مکر به سراغ اونها می آید و هستی اونها رو زیر و رو می کند و باعث هلاکت ذهنیت سالم و عقلانیت اونها میشه. همه اینها رو به هم میریزه. و در این عمل و عکس العمل باز هم نگویید که چرا خدا چشم کسی رو کور میکنه و اون شخص به زمین میفته و خدا او رو تنبیه میکنه. این چه خدای عادلی است؟ هزاران نفر از شما تا حالا این سوالی کردن که سمون بکمون امیون و اون لایرشون، که خدا اینها رو کر میکنه، کور میکنه، شل میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، بعد هم تنبیهشون میکنه. این چه خداییه؟ خودش کورش کرده افتاده تو چاه، تنبیهش هم میکنه. خدا نه کسی رو در چاه میندازه، نه کور میکنه، نه شفا میده. هیچ کدام نیست. خدا قانون وضع کرده. اگر شما از این چشم استفاده بصیرت نکنید، چشم بصیرت شما رو قانون خدا کور میکنه. و اگر شما به وسیله نداشتن استفاده و نداشتن بصیرت به چاه افتادید، پای شما شکست، برای به چاه افتادن قانون خدا شما را تنبیه میکنه. ما اگر این مطلب بسیار ساده و شاید در این حال پوشیده و محکم رو
بتوانیم که تفهیم کنیم و در اثر تکرار او رو بپذیریم و نصب العین ما بشود، بسیاری از مشکلات دنیای امروز ما برطرف خواهد شد. دقایق کوتاهی با شما خداحافظی میکنیم، باز میگردیم و در بخش تصور میکنم ششم برنامه این جلسه به ادامه تشریح آیات قرآن، این بار از آیه شماره 55 سوره سوم قرآن آغاز میکنیم. اتاق فرمان